همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه که از محل برگزاری این تحصن با ما همراه شده. اردوان، امشب اونجا چه خبره و در مورد این برنامه‌ای که برگزار شد بیشتر از تو بشنویم؟ زینب، همونجوری که میشنوی صدا رو پشت سر من و تصویر رو میبینی، مراسم در واقع تولد آراد ادامه داره. اگرچه اول قرار بود که زمان کوتاه‌تر باشه، اما اینقدر مردم استقبال کردن و جمعیتی که آمد به جمع تحصن کنندگان زیاد بود که ادامه پیدا کرد. اجازه بده اشاره بکنم، از روی یک لیست بخونم که اشتباه نکنم. تا این لحظه که من باهات صحبت میکنم، هوشنگ توزیع، هما سرشار، پویا خواننده، حمید طالبزاده، شهریار قنبری، ماندانا خضرایی، بهفر بهادران، لیلا فروهر، رامین اعتمادی بزرگ و اشا صدر جزو هنرمندانی بودند که به جمع متحصنین پیوستن از طریق تلفن، از طریق ویدیو و از طریق حضور. ماندانا خضرایی که یکی از هنرمندان مشهور منطقه ما هستش، برای آراد تولد مبارک رو خوند و همونجوری که میبینی ادامه پیدا میکنه. امشب شب 11 تحصن هست و فردا آخرین روز تحصن خواهد بود. من از یکی از میهمانان این مراسم خواهش کردم بیاد با ما تو صحبت کنه و به ما بگه چرا در مراسم تولد آراد شرکت کرده. شکورا یکی از اون آدم هاست. شکورا، میشه به من بگی چه چیزی باعث این شد که امشب توی تولد آراد شرکت بکنی؟ من احساس میکنم این حداقل کاریه که من یه ایرانی میتونم انجام بدم. من خودم یه مادرم، خودم رو در موقعیت پدر آراد عزیز میذارم. هیچ کاری از دست من بر نمیاد. تنها کاری که میتونستم بکنم اینه که بیام اینجا و نشون بدم که من صدای آراد و آرادها هستم. من اینجا هستم که بگم تنها نیستی آراد عزیز. ببین، تو تا دیروز شاید هیچ کدوم از ما رو نمیشناختی، الان ببین نه اسم منو میدونی، نه میدونی آدما کی هستن، ولی همه تو رو میشناسن. خودت نیستی ولی یادت همیشه با ما هست. اگر بخوای، امشب تولد آراد دیگه، 20 سالگیش، اگه بخوای به آراد یه چیزی بگی، فرض کن میشنوه صدای تو رو، چه چیزی به آراد خواهی گفت؟ الان تنها چیزی که میتونم بگم اینه که نیستی، ولی شاید از نظر فیزیکی نیستی، همیشه روحت با ما هست. و این اتفاقی که برای آراد عزیز افتاد هیچ وقت از خاطر ما ایرانی‌ها بیرون نمیره و من همیشه به خاطر خواهم سپرد که در این ماه تولد آراد عزیزه. و همیشه من فکر میکنم من میتونم ازت خواهش کنم خیلی کوتاه به من بگو، 11 شب میبینم اکثر اوقات آمدی و کنار متحصنین بودید، احساست به این تحصن کنندگان چی بوده؟ افتخار، فقط همین. یعنی میدونم این خیلی کار کوچیکیه ما داری میکنیم، ولی اینکه میبینم آدما چقدر با هم متحدن، چطوری پشت همن، احساس شعف دارم. واقعا به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم. زینب، شکورا یکی از صدها آدمی است که من در این ایام تحصن دیدم، همراه شده و در کنار متحصنین بوده. اتفاق خوبی که داره در منطقه میفته اینه که بعد از سالها ایرانی ها دوباره کنار هم هستن تا یک صدا حرفی رو بزنن و برسونن صداشون رو به گوش قانونگذاران آمریکایی، به گوش سیاستمداران و مردم آمریکا.